با درود به ملت عزیز ایران که در هر جای دنیا هستین عزیزان به این برنامه رو میبینیم امیدوارم که ایرانی من دل شاد باشه سربلند و سرفراز باشین امیدوارم که همیشه با لبهای خندون به دلی شاد نشسته باشین به تلویزیون رو دارین نگاه میکنین عزیزان من هفته دیگر اومد اومدیم به خانه های پرمیر شما عزیزان امیدواریم که ما رو به پذیرا باشید به برنامه هایی که از کلام خدا براتون میاریم عزیزان کلام خدا تبدیل کننده زندگی است آرامش دهنده زندگی است امیدوارم که برای این درسی که میارم برای شما خوب باشه و برای خودم هم درسی مهم باشه در زندگی خوب بیزار برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمت شما عزیزان خداوند شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقتی که به من دادی ای قدوس از تو می طلبم ای پدر به نام پرجلال عیسی مسیح تمام وجودم زبانم افکارم تحت حمایت و هدایت تو باشه ای روح القدس عزیز و هر کس این برنامه رو گوش میده نگاه میکنه عزیزان خداوندا قلبش رو لمس بکن تا این برنامه این درس بر زندگیش خداوند تبدیلی باشه بر زندگیش آرامشی باشه بر زندگیش کلام تو آرامش دست خداوند به نام پر جلالی سای مسیح آمین خب عزیزان من یک کلیپی براتون میذارم این کلیپ میبینیم برمیگردم به شما عزیزان بر... کشورهای دوست برادر و همسایه ما اتفاق افتاد حادثه ای که در کشور دوست و برادر ما سوریه و کشور دوست برادر و همسایه ما ترکیه اتفاق افتاد موجب اندوه همه ما شد جا دارد که به دولت و ملت سوریه و دولت و ملت ترکیه تسلیت و تعذیت ارز بکنم و برای بازماندگان این حادثه از خداوند متعال طلب صبر و اجر کنم همه ما در غم عزیزانمون در این دو کشور سهیم و شریک هستیم امیدوارم به زودی جریان امداد و نجات انجام بشود جریان اسکان موقت زلزله دیدگان انجام بشه و انشاءالله بازسازی مناطق سریعا انجام بگیره ما اعلام آمادگی کردیم به عنوان دوست و همسایه که وظیفه اسلامی و انسانی خودمون رو نسبت به ملت ترکیه و سوریه انجام بدیم خب عزیزان کلیپ <تصفح> دیدین مسئله اینه که ما ایرانیا بازم باز یک ایده است به این جمهوری اسلامی رو قبول داره باز نمیخوان مثلا یک انقلابی بشه میخوان که تحولی انجام بشه ولی نه انقلاب میترسن امروز درسی که براتون آوردم عزیزان از ترس ها باید بیایم بیرون غلبه بر ترس ها باشه امروز اگر با خدایی که زنده است با خدایی که در زندگی ما کار میکنه باشیم ایمان دارم که ما دستای خداوند روی زمین خواهیم بود و همه چی رو نباید بذاریم برای خداوند که خدا از اونجا من دعا بکنم ارکد بکنه نه وقتی من فرزند خدا هستم باید دست او باشم که در زمین عمل انجام بدم به بدونم که پشتم کسی است که تمام این کهکشان در کنترل اوست بس ما همیشه نباید انتظار داشته باشیم که وقتی میگیم خدایا تو اینو شقق بکن اونو بزن اونو بکش نمیدونم اونو نابود بکن نه عزیزان من امروز میخوام از داوود براتون بگم با جولیات که این غول جولیات داوود با چه صورتی با چی دلی با چی شجاعتی اومد با جلیات جنگید داستان براتون میخونم تو اول سمویله که از آیه 26 براتون میخونم <applause> 17 26 میگه داوود به کسانی که در آنجا ایستاده بودن گفت این فلسطینی بود بودپرست کیست که اینچنین چنین به سپایان خدای زنده توهین میکند لشکرکشی فلسطینیا در مقابل هم دیگه به اسرائیل که اومده بودن با هم بجنگن و جولیاد یکی از اون غولهایی بود سپایانی بود که در فلسطین بود و فلسطینیا اینو فرستادن جلو که تا ترس در دل اسرائیلیا بیندازن و بگن که که جورت داره امروز بیاد جولیاتو بزنه و شروع کرد به توین کردن به خدای زندهش تو این کردن به تمام اسرائیلیا که شما اگه جرأت دارین بیاین جلو بیاین با من بجنگین اگه کسی جرأت داره بیاد به اسرائیلیا این طرف ترسیده بودن ما همیشه وقتی یک طرف رو میبینیم یه ذره قوی یه طرف میبینیم که مثلا با تجهیزات کاملتر اومده ترس بر دل ما غالب میشه و این ترس غالب شدن اینه که ما ببازیم هر کاری داریم میکنیم ببازیم داوود از طرف خونه خودش پدرش گفت بیا این غذا رو برای هفت تا برادرات که در جپه جنگن داوودم گفت باشه داوود چوپان بود 16 سالش بود 15 16 سالش بود جوانترین ترین فرزند اون خانواده بود و مز شده بود از طرف سموئل که پادشاه اسرائیل بشه ولی چون جوان بود کم تجربه بود تجربه هم نداشت به اون صورت که بیاد پادشاهی مملکت بشه ولی خداوند از همون جوانی اینو انتخاب کرد تا بتونه پادشاه بعدی از بعد از شاول پادشاه بشه چون اولین پادشاه اسرائیل شاول بود بعد میاد مقابل همین جپه جنگ که اینا مقابل هم باستدن غذا رو آورد برای برادرانش برادر بزرگش اومد گفت که تو چرا اومدی اینجا؟ مگه نمیدونی اینجا جپه جنگه؟ نمیدونی اینجا کشته میشی؟ تو اصلا تجربه این کار نداری؟ چرا اومدی اینجا؟ گفت بابام با من غذا داد براتون بیارم غذا رو براتون آوردم چرا بترسم؟ از کی بترسم؟ این بودپرستی کیست که داره اینجا به خدای زنده توهین میکنه گفت برو تو حرف نزن ببین اولین اولین چیز اینه که خانواده ای ما آدمایی که بزرگتر از ما هستن به قول خودشون پیر خراباتن ما رو نمیذارن اون عملی که میخوایم انجام بدیم بدون ترس انجام بدیم عوضی که اون بزرگتره دل منو باز کنه ترس از دلم ورداره و شجاعت به من بده که دارم این جپر میبینم درسته من نیومدم من نظامی نبودم که اومدم اونجا بجنگم ولی کلا اومدم غذا بیارم اینا رو دیدم خب وقتی داوود کلا با خدای زنده همیشه در دعا بود شما مزامیر داوود اگه بخونین میبینین که همیشه داشت راز نیاز میکرد همیشه با خدا قدم میزد به خدا همیشه پشتش بود وقتی میگم وقتی ما به خدایی که زنده است به ایمان داریم که خدایی فرمانده تمام جهانه به پشت ماست دل ما رو قوی میکنه و داوود یکی از اون آدمایی بود که هر روز دعا میکرد و با خدا راز نیاز میکرد و از خدا کمک میطلبید و هدایت میطلبید ما امروز اینقدر دینهای کذایی اومدن اینقدر دینهای بی خودی اومدن که ما را از خدا دور کردن و اصلا ما را زده کردن از خدا و از هر آینی چون فکر میکنن این همه مثل همین دیگه روک راست بگیم هم مثل اسلام که این دین اومده هر رو بزنه بکشه و بگه من قلدرم، هر که منو قبول کرد قبول کرد هر که نکرد باید بمیره اون هفته هم اگه یادتون باشه پایه دموکراسی و براتون گفته بودم که از کتاب مقدسه بس دینی که میاد میگه حرف حرف منه هرچی من گفتم کورکورانه قبول بکنید هرچی گفتم به ذهن خودتون نیارید به همینجوری قبول بکنید که این درسته آقا یه حرف درستم اگه یه نفر میزنه باز شما میریم فکر میکنین ببینین تحلیل میکنین این حرفش درسته یا نه علیکی باید حرفش قبول بکنم چرا ولی اسلام امروزه نه در ایران نه در 1400 سال پیش که اومد نابود کرده رو امروزه در ایران داره همون کارهای انجام میده که در 1400 سال پیش داشت انجام میداد عزیزان ما از اسلام صحبت میکنیم چون من دینم بکرانم از اسلامه به از اسلام اومدم به مسیحیت به مسیحیت رو انتخاب کردم برای اینکه خوندم دیدم پایه دموکراسیه پایه اینه که به من یاد میده در زندگی چی کارا انجام بدم به خاطر همونه که ما از اسلام میگیم چون من از دین دیگه نیستم از دین اسلام اومدم و دین عوض نکردم اینجا بلکه کلامی رو خوندم که برای زندگی مفیده نه بر دین قبلی بکران قبلی من که میگفت هرچی من گفتم همون باید باشه کورکورانه باید قبول بکنی و خدا رو جلال نمیدادم بلکه محمد و آل محمد رو داشتم جلال میدادم اصلا با خدا کاری نداره اسلام یک ادام میگن نه آقا این نیست و فلانه خودشونو دارن گول میزنن چون شما اگه کتاب و قرآن بخوانید به قول کشیش رسول نباید کتاب آتش بزنید کتاب باید بخونید اگه چیز خوبی نیست وارد داریم این کنار به به خاطر این نمیگن آتش بزن به خاطر که وقتی میخونی تازه میفهمی چی چیزهایی توش نوشته که برای نه زندگیت به درد میخوره نه برای اجتماع به درد میخوره نه اصلا چیزی نیست دینی نیست که تو رو به خدا نزدیک بکنه که آرامش بده بلکه آرامش هم از تو میگیره به خاطر همون ما از اسلام صحبت میکنیم که هنوزم در ایران من حاکمه و هر روز داره ما رو ضربه میزنه هر روز داره ما رو نابود میکنه و همه چیز اگه این فیلم که الان گذاشتم دیدین اون فیلم هم همین بود رئیس جمهورش میگی که مال رژیم میگی که زلزله ای که اومد ما به ترکیه سوریه تأصف میکنیم که زلزله اومد بهشون کمک میکنیم سعی میکنیم که در سازندگی بهش کمک ولی همون موقع که خوی تبریز زلزل اومد اینو به ملت ایران اصلا مهم نیست براشون نه کمک نه چادر کمک برای سوریه باید باشه کمک برای برای ترکیه باشه هر جایی که کمک خواستن جمهوری اسلامی سرش بلند میکنه میگه من کمک میکنم ولی به ایران که میرسه میگه نه من کمک نمیکنم چون اینا اومدن برای نابودی مردم ایران به خود ایران من نمیدونم در این چهل سال مردم شما متوجه این موضوع شدید یا نه ولی یک ادام هستن که نشدن واقعا نمیخوانم بشن میدونی چرا؟ برای اینکه خودشون در این روز با اون پولایی که دارن در میارن دوزدی هایی که میکنن با اون پولایی که کاسیبی هایی که هر روز امروز مثلا 20 دلار فردا 100 دلاره اینو میبینن ولی عزیزان من همین فردا اما شما تلیاردر هم باشین تو ایران وقتی غذا نباشه آزادی نباشه هیچ چی در اون وجود نداشته باشه حاضرین تمام زندگیتونو بندازین اونجا فرار بکنین بریم برای یه لغم نون فکر میکنین امروز پولاتون داره همینجوری رشد میکنه طلا داره بالا میره دلار بالا میره پولاتون روز به روز روی پول میاد نه عزیزان من باور بکنین اینی ونزوئلا مرده با یه فرغون پول میبرد یه دونه مثلا یه کیلو یه جنس بخره ایران هم همین شد دیروز مرده یک عالم پول رو گذاشت گفت من 900 دلار نو تا 100 دلاری گرفتم این همه پول دادم بس پول همونجوری بیارزش میشه عزیزان من فکر نکنین امروز پول در میارین فردا باید همین پول و خونه و ماشینتون رو تونه بندازیم فرار بکنین باید از پایه درست شه وقتی پایه هر روز خراب میشه همون ساختمونهایی میشه که ترکیه شش طبقه هفت طبقه سالم سالم ولی یه دفعه دیدی افتاد چرا چون پایش درست نیست فاندیشنش به قول اینجا یا درست نیست وقتی شما پایه رو درست نمیکنین تا آخر اون هرگیز به شما امنیت نمیده بگین روی امنیت نشستین زندگی داریم میکنین نه بس ما از اسلام داریم میگیم به خاطر که ضربه خوردیم و داریم میخوریم ازش و دنیا داره ازش ضربه میخوره تو شما دیدین ترورایی که دارن میکنن همه جای دنیا رو میخوان چرا میخوان بمب اتم درست کنن شما میخوان فکر بکنین بمب اتم میخوان برای نیرو... نیروگای برق درست بکنن نه عزیزان من اینا دارن اتم درست میکنن که به مردم دنیا قلدوری بکنن بگن ما دیگه نمیتونیم ما رو برداریم هر چی دلمون میخواد همون کار انجام میدیم چون اینا انسانیت رو نفهمیدن انوز نمیفهمن انسانی یعنی چه نمیفهمن در اجتماع چجوری زندگی بکنن خودشونی میبینن دو قدم اونورتره میبینن بیشتر از اون دیدشون دیگه کوره بس به خاطر همون داریم از اسلام میگیم نگین که ما چون مسیح شدیم حالا اسلام یه میکوتونیم نه اصلا نه اصلا باور بکنین اصلا من بکتونم اونو داغونش هم بکنم هیچ ارزش نداره چون پایه ای نیست که بخواد کسی اونو بخونه بگه ای اینا دروغ دارن میگن نه چون پایه اساسش در نابودیه پس میتونیم بریم بخونین و ببینید چقدر نابودی در زندگی هست ببینید چقدر آرامشتون میگیره کلام <ril> عیسی <jamais> مسیح <so pretty vegan> به شما یاد میده که مهربان باشید به شما یاد میده که هم نوع خودتو دوست داشته باشید به شما یاد میده که چجوری با مردم زندگی بکنین چجوری خیرخواه همدیگر باشید چجوری بتونیم به قانونی که در یک مملکت دموکراسی هست مثلا احترام بگذارید و به عقیده مردم احترام بذارید جنگ نداریم وقتی گفتمان داریم اینجا مخالف بشنویم و گفتمان بکنیم باش اگه خوشم هم نیاد امروز اسلام کاری کرد با ایرانیا که نمیتونی در رابطه با اون صحبت نکنی میگن جمهوری اسلامی ولی جمهوری اسلامی چی س... میگن چ... چی... میگن نه اصلا جمهوری اسلامی کیه این اسلام که ضربه داره میزنه به همه شما تمام بوت هایی که در کشور دیگه هست اینا طلا و جواهرات و پول میبرن اونجا بغل دستش هم ها میزنن هتل ها میزنن برای کشورهای دیگه ولی به ملت ایران میرسن پول ندارن به ملت ایران میرسن در این زلزله در این برف و سرماگی همه دارن میمیرن حاضر نیستن یه چادر به اونا بدن باید برن سب وایسن باید اینقدر بگن اینقدر داد و فریاد بکنن به مردمم تازه جلوی مردمم میگیرن نمیذارن مردم, می نمی مردم حداقل حد به م... ملت خودشون کمک بکنن اینا ضد بشرن عزیزان من ضد زد... اصلا اینا شریرن شیطانن شیطان هم کارش چیه عزیزان من نابودیه شما کنید شیطان برای تون حلوا پخش میکنه کار اینا نابودیه شیطان هم همین کارا رو انجام میده پس امروز اگر میاریم اونو این مقدمه رو گفتم که اگر اسم اونو میاریم ناراحت نشین عزیزان من چون ما از اون ضربه خوردیم و ضربه داریم میخوریم همینجوری تمام این بدبختی های ایرانی ها در همین اسلامه چرا من باید امروز آواره اینجا بشم چرا باید ای میلیون ایرانی آواره از وطنش بشم برم بیرون مگه ایران کم پول داره مگه ایران کم طلا و جواهرات و معادن داره چرا من باید بیام با سختی دو بیرون زندگی بکنم فقط به خاطر که آزادم هر کاری میخوام بکنم آزادم بله میگه داوود به کسانی که در آنجا ایستاده بودن گفت این فلسطینی بت پرست کیست که این چنین سپایان خدای زن... سپایان خدای زنده داره تویین میکنه به کسی که این پهلوان را بکشد و اسرائیل را از رسوایی برهاند چی پاداشتی داده می شود آنها به او گفتند که چی پاداشتی داده خواهد شد اما چون الیاب برادر بزرگ داوود گفتگوی او را با آن مردان شنید عصبانی شد برادر بزرگش به داوود گفت تو در اینجا چیکار کار میکنی تو هنوز بچه ای دهنت بوی شیر میده چرا اومدی اینجا برو گوسفندا تو بچرون چه کسی از گوسفندایت در سرام مراقبت میکند تو به بانه تماشای میدان جنگ به اینجا آمدی که چیکار بکنی چون اون دل و داوود داشت شجاعت در اینه غلبه بر ترس ها باید امروز بکنیم امروز نترسیم من ایرانی که جلیات رو در مقابل خودم میبینم بترسم بگم من یک سنگ دارم با سنگ نمیشه این کار کرد نه عزیزان شما وقتی شجاعت رو درک بکنین ترسار غلبه بهش بکنید نمیترسید میاین جلیات که جولیات تانگ توب هم بیارن جلوتون نمیتونن وایسن اگه تعدادتون زیاد باشه اگه خدا رو به کمک بطلبی. دست خدا باشی در روی زمین و برای آزادی ملت و مردمت جلو بری ما امروز این ترس هایی که جمهوری اسلامی و این ترس هایی که اسلام بر بدن ما انداخته ما میترسیم عزیزان من ویلا اینا ترسی بی شبه بی نیستن اینا وقتی میری داخلش میبینی نه اینا شبه بوده همه اینی که تو سهره میری میبینی از دور نگاه گونی فکر کنی اونجا دریاس یا رودخونه است شب است سایه است داوود در جواب برادرش گفت مگر چیکار کردم آیا حق حرف زدن هم ندارم بعضی ها میبینین میخواد یه کاری بکنن آقا تو سکوت بکن تو ساکت باش تو الان بچه ای دهنت پوی شیر میده میزنن ارزش و زندگی تو رو همه رو نابود میکنن نمیذارن تو از حرف بزنی چون میگن آقا ما پول داریم مقام داریم ثروت داریم ما قدرت داریم تو کی هستی داری صحبت میکنی نه عزیزان امروز همونی که امروز همون هشتادی ها هستن که بچه های جوون که دارن انقلاب عظیم در ایران انجام میدن همین بچه ها هستن که تحولات عظیم در تمام دنیا به وجود آوردن به دنیا تازه ایرانی ها رو شناخت همین بچه ها بودن بس تو دهن بچه نزن حرفشو گوش کن اول ببین چی میگه اگه تجربه ای داری براش بگو ولی جلوش نگیر بیزار زندگی بکنه بیزار زندگی رو هم برای شما هم برای خودش باز بکنه آزادش بکنه چقدر با ترس زندگی بکنیم ما چهل اندی سال داریم با ترس و لرز و بدبختی و بیچارگی و گرسنگی و نابودی داریم زندگی میکنیم بعد نزد ایده دیگر رفت و از آنها نیز همون سوال را کرد و همون پاسخ را شنید وقتی صحبت های داوود به گوش شاول رسید او را به نزد خود اعزار کرد پادشاه داوود گفت بیار پیش من ببینم این چی میگه این بچه داوود به شاول گفت هیچ نگران نباش این غلامت میرود و با آن فلسطینی میجنگد یک بچه 16 ساله جرأت داره همین که امروز بچه های ما در انقلاب با جرأت سینه سپر میکنن میرن جلو ولی این حرف پیش پادشاه زد پادشاه به این جواب چی میده میگه شاول گفت چگونه میتوانی با او بجنگی تو جوانی بی تجربه بی تجربه هستی ولی او از زمان جوانیش مرد جنگی بوده اون نمیدونست که این با خرس و شیر جنگیده نمیدونست چی تجربه ای داره میگم که نمیذارن جوان حرف بزنه تا بفهمیم که اون جوان دلش, دلش چی داره میگه در کلش چی میگذره سری خفش میکنیم تو اصلا میدونی تو جوونی تو اصلا میدونی جنگ چیه تو اصلا میشنازی این صفی که اینجا هسته جلیات هایی که روبروی ما هست چی هستن میخوان همیشه ارزش رو ازت بگیرن بزنن تو سرت همیشه میخوان بزنن تو سرت نمیذارن رشد بکنی به خاطر همونم که همیشه بدبختی و بیچارگی از اونایی میان که مقام دارن و زور دارن یک کم قدرت دارن نمیدونم یه سواد آنچنانی دارم به قول خودشون میزنن تو سر همه همه هیچ چی فقط من شاهو گفت بله تو جوانی و فلان اما داوود گفت وقتی من گله پدرم را میچرانم وقتی من این گوسفنده رو دارم میچرانم پادشاهی من شیر یا خرسی میآید تا بره از گله ببرد وقتی من اونجا دارم نگهبانی میدم دارم از اونا حفاظت میکنم وقتی شیری خرسی میخواد بیاد اینا رو بگیره تا بره از گله ببرد دنبالش میکنم ترس ندارم و بره از دهانش میگیرم خرسی که اومد شیری که اومد نمیترسم ازش چون ترس مقابلش مرگه شما وقتی میترسین مقابلش مرگ عزیزان من با ترس زندگی بکنین همون که بهتر بمیرادم آدم فایده نداره من هر روز بترسم از همه چی بترسم بگم دارم زندگی میکنم چی زندگیه که با ترس باید بره جلو مشکلات زیاده ولی ترس مسئله را حل نمیکنه چی رو چیزی رو عوض نمیکنه ترس بلکه بیشتر بر ترس ها میاره بیشتر زندگیمون نابود میکنه اینم هم همینه داره میگه همین جوونی که میگه جوونی تجربه نداری و اگر به من حمله کند گلوش را میگیرم و انقدر میزنم تا بمیرد وقتی اینو به پادشاه میگی شا پادشاه مسخرش هم میکنه میگی این جوون نه, نه آرایش جنگیر ولده نه هیکلی داره بعد میخواد جلوی جولیات هم وایسه جلوی این غول فلسطینی میخواد وایسه جنگ بکنه میگه خرسم کشتم شیرم کشتم که برای من نوره این فلسطینی بودپرست را هم که به سپایان خدای زنده توهین می کند مثل آنا خواهم کشت خداوند که مرا از دان شیر و از چنگ خرس رانید از دست این مرد نیست نجات خواهد داد اگه دلت با خدا باشه قدرت خدا رو بگیری و دست خدا باشی روی زمین بدون که بر ترس های تو غالب میشی و کاری انجام میشی انجام میدی که واقعا هر کس ببینی میگه این چجوری این کار انجام داده قدرت خدا عزیزان قدرت خدای زنده نه اسلام کذایی خدایان کذایی نه قدرت خدای زنده خدا دوست داره عاشق فرزندانشه که باهاش صحبت بکنم بهش متکی باشن بگم من هدایت بکن تکیه بدم به خدا دوست داره خدا که ببینه فرزندش اینجوری بهش علاقه داره خب ما باعثی یه طرفه که نمیشه بقول بچه ها عشق یک طرفه مایه درد سره من که فقط نمیتونم باعثم خدا من دوست داشته باشه ولی من اونو دوست نداشته باشم که دوستی باید دو طرفه باشه تا کمک بگیرم ازش سرانجام شاول با مسخره کردن و همه کارا که تو جوونی فلانی ارزش براش قائل نبود میزد تو سر بالاخره با حرفاش داشت میزد تو سرش راضی شد گوخو به قول بچه ها سنگ مفت گنجش مفت بیدم میفریسم بینم چی میکنی آخرش بمیری دیگه همین فکر کنم هم همین فکر میکرد دیگه آخرش میره اونجا دادفریان میکنین میکشن ولی داوود بین چی میگه پس شاول لباس جنگی خود را به داوود داد کلای خود مفرقی را به سر گذاشت و زره را به تن و میگه داوود گفت باش راضی شد به کلاش داد نمیدونم لباس های جنگی شد داد داوود گفت من در این لباس ها اصلا نمیتونم هیچ کاری انجام بدم اصلا من این لباسها برای من یه چیز دیگه است اون ترسه وقتی تو غلبه بر ترس میکنی دیگه اون لباس نمیخوای دیگه اون کلاغود رو نمیخوای دیگه از اون غول نمیترسی بلکه لباس ها رو گم من نمیخوام این لباس ها رو از تنش بیرون آور گم من با این نمیتونم هیچ کاری انجام بدم انداخت دور آنگاه پنج سنگ صاف برداشت پنج تا سنگ برداشت توی کنار رودخونه تو کیسه چوپانیش گذاشت پنج تا سنگ به فلاخن خودشو برداشت چوب دستی و همون چوب دستی و با همون فلاخنی که داشت با همون سنگ مینداخت با اون چوبی که به قول خودش شیر و خرس و اینا رو زد با همون گفت من میرم جلو چون هیچ ترسی نداشت متکی به خدا بود میدونست قدرتش از کیست میدونست خدا پشتشه چون چی میگفت چرا این بود پرست غلوم میزانین اینجا به افرادای خدای زنده به نمیدونم سربازهای خدای زنده تویین بکنن به خدای زنده توهین بکنن چرا اجازه میدین شما چرا میترسید دارین همینجوری فقط نگاش میکنید این همه لشکر هم دارین اونم هم داره همینجوری فوش میده چوب دستی و فلاخن را به دست گرفت به سراغ آن فلسطینی رفت بدونی که بترسه امروز عزیزان من توی که میگی در جمهوری اسلامی سپای پاسداران بسیجی ها با اسلحه و تفنگ و این و اون هست همین سنگ تو دستته اگه قدرت خودت بدونی با همین سنگ پیروزی از آن توست سنگ و ورداری بگی خدایا به قدرت تو من این سنگ برداشتم به این دشمنی که دشمن بشریت دارم به جلوش میرم قدرت از توست خداوندا کمکم کن تا این دشمن خدا و مردم رو نابود بکنم به با این قدرت با این قوت میره جلو داوود نگاه نمی که پنج تا سنگ داره در کیسش گذاشته و یه فلاخان داره و یه چوب اون شمشیر داره کلاغود داره لوازم جنگی پوشیده لباس جنگی پوشیده نه اونو نگاه نمی کن. چون نگاهتون عزیزان به چیزی باشه که بترسون شما رو از همونجا نابودی شما ثبت میشه به بزرگی اون هیکلش رو نگاه نکرد میدونست چه ارزشی در خدا داره میدونست کیست در خداوند میتونست چی کارا انجام بده به قدرت خدا چون دست خدا ما میگم دست خدا روی زمینیم خدا میتونه با یک حرف خودش دنیا رو نابود بکنه، شریران نابود بکنه. ولی به ما قدرت میده، جرأت میده که ای تو فرزندم، پسرم، دخترم، تو هم از تن منی. به تو قدرت میدم که خودتو بشناسی، به ارزش میدم که خودتو بدونی چی ارزشی داری. برو تو انجام بده. به تو قدرت میده خدا که تو انجام بدی همون کارو. و نترسی. جولیا در حالی که سربازی سربازی سپر او را پیشاپیش وی هم میکرد به داوود نزدیک شد خود جولیا دید یه بچه نیف داره میاد به طرف خودش تازه جولیا خودش که هیکل بزرگ داشت یه نفر هم داشت که شمشیرش هم میکرد شمشیرش بزرگ بود یعنی با تمام لوازم جنگی اومده بود جلو خب دیگه از این بچه که ترسید. بهش میگه که اینو مسخره میکنه میگه به اون نزدیک داوود را برانداز کرد و دید که پسر ضعیفی پیش نیست او او را مسخره کرد و گم مگر من سگم که با چوب دستی پیش من آمدی داشت اونو مسخره میگه تو کی هستی من مگر سگم با چوب دستی اومدی من بزنی ببری بعد به نام خدایان خود داوود را نفرین کرد به خدایان کذایی که امروز هم ما داریم حتی در اسلام هم داریم به قول الیا با 400 تا نبی کاذب که خدایان کاذب قبول داشتن یک الیا جلو اونا واسطاد و با از خدای زنده کمک گرفت و دست خدا بود روی زمین به اینا نشون داد که شما نبی های کاذبید و برای مردم نبوت های کاذب داریم میکنید امروز هم این داره مسخرش میکنه ولی نمیدونه که با چی نیرویی داره داوود میاد امروز امروز داوود با نیرویی که خدا بهش داده و پشتش خداست داره میاد میدونه و میگه میگه که من سگم با چوب دستی پیش من آمدی بعد به نام خدایان خود داوود را نفرین کرد سپس به داوود گفت جلو بیاد تا گوشت بدنت را خوراک پرندگان و پر درندگان سهرا کنم خب اونا حرف میزنن اونا میگه مثلا من ببینم بچه ضعیفه میگه تو کی هستی من تو رو میخورم حالا یه مثال براتون میزنم که از خودم نمیخوام خودمو بلند بکنم یا نمیدونم خودم بگم آقا مثلا چه کسی هستم نه همه این کار میتونم بکنم من جوون بودم کشتی میگرفتم بعد یه حریفی اومده بود جلوی من یه ذره هیکلش درشتر از من بود قدش هم یه ذره بلندتر بود وقتی اومد منو نگاه کرد میسی همین جولیات منو نگاه کرد بود این کیه من همین همین که بیاد تو توشک اینو ضربه فنی میکنم منو برانداز کرد امروزم جولیات وقتی داوود رو برانداز کرد دید نیفه گفت که کسی نیست من هم اون روز گفتم خدایا من میدونم که این یک من نمی ترسم چون میدونم قدرتی دارم از خودم میدیدم هر کسی باید قدرت خودش دریابه ما بی ارزش نیستیم اونقدر که میزنن تو سر ما هر کسی برای خودش ارزش داره به میبینه ارزشاشو اومدم رو توشک باور بکنین باور بکنین در صدیقه اول هم نشد ضربه،, ضربه فنی کردم اونو اگه این حرف نمیزند من اون قدرت شاید بیشتر نمیذاشتم که زود ضربه فنیش بکنم شاید باش کشتی میگرفتم مثلا با امتیاز میبردم نمیدونم چی پیش میاد شاو میبرد ولی عزممو جذب کردم به قدرتم و قدرتمو میدونستم اون قدرت و ارزش دارم رفتم تو توشک به کشتی گرفتم امروز هم همه ای ما همینیم عزیزان من خودتون بی ارزش ندونین اجتماع مردم میزنن تو سر ما ولی اونا نیستن برای من تعیین بکنن زندگی رو من باید ارزش های خودم و دریابم بر ترسام غلبه بکنم و ترس های زندگی که میبینم و میدونم که میاد باز این ترس رو از بین ببرم یه ترس دیگه میاد ولی من باید قوی باشم امروز ما میتونیم قوی باشیم عزیزان در مقابل جلیات های زمان که حالا جمهوری اسلامی باشه نمیدونم بیکاری باشه مریضی باشه بدبختی و بیچارگی باشه ما جلو اونا میتونیم وایسیم اگه خودمون رو نبازیم مگه نمیگیم بالاتر از سیاهی رنگی نیست مگه نمیگیم آخرش مرگه بس نترسیم امروز عزیزان من امروز بر ترساتون غلبه بکنید ببین داوود چی میگه وقتی اون عرفار میزنه میاد میخواد مثلا داوودو بخوره داوود گفت تو با شمشیر و نیزه و زوبین به جنگ من میایی اما من به نام خداوند قادر متعال یعنی خدای اسرائیل که تو به اون توهین کردی با تو می جنگم امروز تو با تمام اون نیروها اومدی ولی من به نیروی خدا میام جلوت میستم که بهت بفهمونم که خدای زنده هست که قدرت داره جلوی تو رو بگیری که تو این به خدا و مردم رو به همه میکنی امروز خداوند تو را به دست من خواهد داد همین بچه 16 ساله نعیفی که جلوش بود من سرت را خواهم برید و لاشه سپایانت و خوراک پرندگان و درندگان سهرا خواهم کرد به این وسیله تمام مردم جهان خواهند دانست که در اسرائیل خدایی هست چون اون موقع فلسطینی ها بودپرست بودن همین فلسطینی ها همین عربا بودن دوباره دین کاذب به ما خوروندن خدای بوتی رو دوباره آوردن برای ما تا حالم هم همیشه همون خدای بوتی رو میپرستن حالا ای هستن که خدا به قلبشون نگاه میکنه حالا هر دینی داشته باشن میبینن قلبشون صافه واقعا نیتشون پاکه خدا به اونم کمک میکنه خدا تمام بشر رو که آفریده دوست داره و نمیخواد تا یه نفر علاق بشه میخواد همه نجات پیدا بکنن دیدن شریعت و مردم نمیتونن اعمال انجام بدن عیسی مسیح رو فرستاد که توسط عیسی مسیح من فقط اعتراف بکنم که ایسای مسیح تو به خاطر گناههای من آمدی خون تو ریختی تا گناهان پاک بشه مردی روی صلیب بعد از سه روز زنده شدی من تو رو خداوند رهبر زندگیم قبول دارم همین اعتراف بگونی نجات پیدا میکنی دیگه قرار نیست اعمال و شریعت انجام بدی وقتی کتاب میخونی خودت برای راست میری یک انسان چجوری زندگی میکنه با انسان دیگر تو میشی همون انسانی که با تمام خوبیا با مردم برخورد میکنی زندگی میکنی با مردم این وسیله تمام مردم جان به این وسیله مردم تمام جهان خواهند دانست که در اسرائیل خدایی است و همه کسانی که در اینجا هستند خواهند دید که خداوند برای پیروز شدن نیاز به شمشیر به نیزه ندارد خدا اگه میخواد پیروز بشه توسط من نوعی شاپور احتیاج به زره پوش و احتیاج به تانگ و توپ و توفنگ نداره خداست که بر همه چی حاکمه امروز علم اینقدر پیشرفت کرده و این پیشرفت از خداست چون خدا انسانها رو مثل خودش آفرید مغزی که انسان داده مثل خود خدا میتونه کار انجام بده درست دانش بشریت اینقدر زیاد شده که میتونن واقعا، امروز کارهای عجیب غریب بکنن ولی این از خداست دانش از خداست که به شما داده اون مغز از خداست که به شما داده و گفت میتونین شما کارهای عجیب بکنین هر چی من میکنم شما میتونین بکنین به انسان گفت چون اون قدرت داد بهش ولی ما همون قدرت برمیداریم بر علی خدا کار میکنیم به بر علیه بشریت داریم کار میکنیم همون علم و دانش عوضی که روز به روز ما رو به پیشرفت و به آرامش و به خوشبختی برسونه همون علم و دانش و پیشرفت داره ما رو به بیراهه میکشونه ما رو داره نابود میکنه ما رو داره اذیت میکنه نمیذاره زندگی سالمی داشته باشیم چون همه در انرافات دارن قدم میزنن در این جنگ خداوند پیروز است و او شما, او شما را به دست ما تسلیم خواهد نمود داوود وقتی دید جولیان نزدیک می شود به سرعت به طرف او دوید و دست به داخل کیسش برد و سنگی برداشت در فلاخن گذاشت همین فلاخن دستی گذاشت و به طرف جولیان نشانه رفت سنگ درست به پیشانی جولیات فرو رفت و او را نقش زمین کرد امروز فکر نکن که تو در خیابونی سنگ داری پیروز نیستی اگه به قدرت خدا باورداری قدرت خدا رو میگیری دست خدا میشی با همون سنگ جلوی این جلیات ها میمونی امروز حتی میتونی بر ترسات غلبه بکنی بیماری داری سرطان داری نمیدونم وضعیت زندگی خرابه همه چی داغونه فکر میکنی که خیلی ضعیف و نعیف هستی چون به ارزش های خودت هنوز پی نبردی و به قدرت خدایی که بهت قدرت میده به پشت تو هست پس عزیزان من نترسید به هیچ وجه نترسید شجاع باشید بر ترس هاتون غلبه بکنین ارزش های خودتون دریابید و امروز جلوی جلیات های زندگیتون وایسین الان هر چی باشه ایمان دارم که ایرانی من پیروزه واقعا این درس اول برای خودم و بعد برای شما عزیزانی که میشنوید باید درسی باشه که از خدا قدرت بگیرید و بدونید که خدای زنده است امروز عیسی مسیح شما رو دعوت میکنه که به سوی خودش بیاید امروز عیسی مسیح شما رو دعوت میکنه چون جان خودش رو داد برای شما برای نجات شما برای نجات ابدیت نجات در همین روزهایی که زندگی داره میکنی پس بگو عیسی مسیح امروز تو رو به قلبم دعوت میکنم و میدونم چه کار عظیمی برای من کردی روی صلیب رفتی جان خودتو دادی خون تو ریختی که من نجات پیدا بکنم گناهانم پاک بشه به میدونم بعد از سه روز به توسط روح خدا از مردگان قیام کردی و خداوند زنده هستی تو رو میپرستم ای خداوند رهبریت زندگی منو بر عهده بگیر شکر میکنم به نام عیسی مسیح آمین همین دعا رو بکنی از تمام شریعت و اعمالای که اصلا تو رو به هیچ جان نمیرسونه آزاد میشی و با خدا قدم میزنی خدای زنده و از خدا قدرت میگیری بر ترسات غلبه میکنی مرسی عزیزان که با من بودید امیدوارم که این درس ها برای همه ای ما خوب باشه و از خدا کمک بگیریم تا بتونیم زندگی رو به پیش ببریم پیروزی از آن ملت ایرانه به این تظاهراتی که در لس آنجلس میذارن در تمام کشورها میذارن عزیزان بیاین تا حرفایتون این دولت ها بشنون و ببینن و کاری انجام بدن بلا با حرف زدن هیچی جور در نمیاد بلکه که عمل باید انجام داد مرسی که با من بودید بدرو تا درود دیگر است.